کیه؟ چی کیه؟ بذار بردارم ببینم کیه. کیه به چه اسمس میده؟ هیچی بابا هیچی، مزاحمه، مهم نی. چی مهم نیست؟ بده گوشی ببینم. فقط دلم میخواد فضلی باشه. فضلی کیلو چنده؟ بده ببینم. دست تمیزه. بیا. ای اسم فضلی پیدا کردی تو. فهم کنی نمیدانم. همه رو پاک کردی دیگه. نگس اینقدر به من گیر نده. گفتم دست از پا خطا نمیکنم، نمیکنم دیگه. بده من اون گوشی رو، بده من. بیا بگیر. به جای این حرفا نگاه کن، شنبهیلا زیاد نباشه مشتری صداش در میاد، تلخ میشه. کجا؟ بابا پام خواب رفت، خسته شدم، بذار نفس بکشم. آره جان خدا، بگو میخوای از زیر کار در بری دیگه. نه تو، به تبر خونه رو گوشن رو سرشون. باز دوید، باز دوید. یعنی چه؟ ولی چی زنگ میزنی؟ مگه به تو نگفتم نزن؟ چی؟ لازم نکرده، چی چوبی هم در خونه؟ گم شیش دنگ حواسش به منه. نزن، نزن، خودم میزن. بله، بله، عوضی گرفتی آقا جون، عوضی گرفتی. مردی که پرت و پیس بکرد نفهمیدم. بی بی هوشنگ، اگه بخوای من گول بزنی و با اون رفیق عوضیت دست پا خطا کنی، من میدانم تو. ای دفعه دیگه طلاقمو میگیرم. نمیگیری؟ بچه‌هام میبرو. نمیبری نرگس؟ دادگاهم هیچ حقی به تو آدم سابقه دار نمیده. باز حرفای لطیفه رو زد. تا کی میخواد چاقو سابقه‌مو تو سرم بکوبی نرگس؟
بابا من دیگه خلاف نمیکنم. برو بابا. کجا برم؟ برم پیاز و صد پوست بکنم، سبزی خورد کنم، کار دارم. نمیخوام. میخوای؟ برو دستتو بشو، کثیف دستات. نهارم نمیپزم. نه پس ماستلیت میخوریم. آره؟ آره. گوره چایی برام بدی؟ رو چشم. چشت بی بلا. سلام علیکم. لکس بخون. بفرمی. این هم سفارش شد تو. تو کی میخوای درست بشی من نمیدونم. چی پا کردم؟ خب پول خورد میخواستم. دیگه چه کاری مونده که نکنی؟ دزدی که میکنی، از دیوار مردم که میری بالا، از هفت روز هفته دو روزش تو خونه، پنج روزش تو زندونی. آخه من نمیدونم این خواهر بدبخت من به چیه تو دلشو خوش کرده؟ چجوری میخوای خرج خواهر منو در بیاری؟ کم لطفی میکنی دیگه لطیفه خانوم. اولا اینکه از دیوار نرفتم بالا و از در رفتم تو، جوونی کردم گیر افتادم. دوما از صبح سبزی پا کردم، پیاز وسط سرخ کردم که بهم بگی دستت درد نکنه. چه حرفایی که میزنی؟ خوبه خوبه، چهار تا بستی سبز سرخ کرده و پیاز سرخ کرده، این همه عجز و ناله نداره که. هر کی ندونه فهم کنه کوه کندی. میخوای بگم گیر شونهاتو بمالم برات؟ من شما آبمو توی جوب نمیره. بریم رد کار خودم. خداحافظ. کجا؟ خودش این بچه ها واسه من لوس میکنه. بس برم منزل، دیر کنم جواب باید پس بدم. خودم به نرگس میگم، اونش با من. بگی ببینم، یه چند تا آدرس مردم کار تعمیراتی دارم، خودم وقت نمیکنم برم ببینم از یخچال سر در میاری یا نه. کم نه، ولی نرگس منتظرم. آها، اونش با من، خودم جواب نرگس رو میدم. برو ببین چه مشکلی دارن. وسیله هم خواستی از محمد آقا بگیر، بگو فامیل لطیفه هم. چش لطیف خانوم، مشتریتون راضی بود لوله شوفاشو کشیدم؟ آره بابا، کلی هم ازت تعریف کردن. فقط من نمیفهمم تو که اینقدر هنرمندی و دست به آچاری، برای چی از دیوار مردم میری بالا؟ ای بابا، باز گفت بالا میری. تا کی میخوای بکوبی تو سرم شغل سابقمو؟ شغل؟ شغل؟ شغل که نه، بگو مرض. واگیر داره دیگه، نمیبینی بعضی دستشون تو جیب هم دیگه هست؟ شغل اونا شده براشون اعتبار، شغل ما شده دزدی. بگو چرا؟ چرا؟ او برای که تو روز روشن میرم خونشون، میبینن میگن دزده. عین شما. اینه من چی؟ بلا نسبت شما، شما رو نمیگم، ترازوتون رو میگم. این ترازوتون تابال نشده، 100 گرم بالا پایشه. تو چشای من نگاه میکنی به من میگی دوست؟ شوخی کردم، شوخی کردم لطیف خانم، ترازوتون رو میگم. بی اینجا ببینم، هوشنگ بی اینجا. خوبه. بهت میگم بیا اینجا. میگم جام خوبه. بهت میگم بیا اینجا وایسا. چش. یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه از این شوخی‌ها با من بکنی، هر چی دیدی از چش خودت دیدی. فهمیدی؟ چش. با اجازتو. با اجازتو. لازم دارم. قفل دختت هم درست کن. هوشنگ! سلام علیکم. علیک سلام. تشریف بیارین داخل، بفرمایین تو. چش، مزاحمتون میشیم. چش. بریم عزیزم. گیرم. هوشنگ، تو آدم بشو نیستی. نیستم. نمیخوام. تو بگو قصر. عزیز من، خوردم به بمب است. پلیسو نمیگم. خانواده پشت ماجراست. سلام. سلام علیکم. برو تنهایی حالشو ببر دیگه. چرا متوجه نیستی؟ این یکی رو خالی کنیم، هفت پشتمون رو بستیم. بعد میریم پی یه کاسبی دیگه. تو چرا نمیفهمی میگم زن بچه‌مو دوست دارم؟ بابا گفته اگه یه بار دیگه دست از پا خطا کنم دست بچه ها رو میگیره میره. نمیخوام. نگاه کن. میبینی چه باله؟ آروم، دنج، با وقار اونجا ایستاده. خلوت، هلو، بپر تو گلو. هستی؟ بریم. اینجا نه. بریم به میترسم زیاد تابلوشه. یعنی چی میترسم زیاد تابلوشه؟ هستی یا نیستی؟ نیستم فزی، مدتی دست و دلم میلرزه. چه بلرزه چه نلرزه، دیگه آلوده شدی تا تش بس باشی. آلوده چی شدم؟ ببین
همین که میدونی من اومدم اینجا برای دزدی، همین که تو برق چشات دارم میبینم خونه رو برانداز میکنی بالا پایین میکنی میبینی مزنش چنده، یعنی میفهمی ممکنه من لو بدی. همین که لو بدی لود میدم، نامردیه. من تو رو لو بدم؟ تو رو دور بزنم؟ خیلی نامردی. فصل ببین ببین گوش بده ببین چی میگم. همین یه بار جونم جونم همین یه بار آذری گوش بده ببین چی میگم. جون تو زدیم بردیم سود کردیم، توبه کن برو پی زن بچه. باختیم ضرر با من آذری. همین آذری همین سلام لطیف خانم. سلام علیکم. سلام. اینجا چیکار میکنید شما؟ تو چی فکر میکنی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ ما اینجا اومدیم زمین بخریم، اینا سیفیجات رو اینا بخریم. آره سفیجات بکارین دیگه. بله، بله. اینطور سفیجات الان خیلی رو بورسه. بله الان گوجه و خیار و بادمجون و اینجا صدا تو ببار ببینم طرف سمایه تو نیستی. هوشنگ تو خجالت نمیکشی؟ تو حیا نمیکنی؟ مگه من چیکار کردم لطیف خانم؟ مگه تو قول ندادی که دیگه با اینجور آدم ها نگردی؟ ای بابا درست صحبت کن. چجور آدم هایی؟ بد کردیم نون گذاشتیم تو سفرش؟ نونت بخوره تو سرت، بخوره تو سرت، بخوره تو سرت. بس دیگه بابا، خجالت نمیکشه؟ هر بدبختی این داره از گور تو بالا میشه. من تکلیف تو رو مشخص میکنم، میریم خونه تکلیف تو امروز مشخص میکنم. تو لیاقت این زن و بچه رو نداری. آقا من نمیخوام بچه های خواهرم نون حلوم بخورن. لطیف خانم چی تکلیف تو روشن میکنم؟ شدی آتش بیاره معرکه؟ شما من گفتی برو تعمیر کن، چهار تا آدرس دادی، سه تا شو رفتم گفتم چشم، این چهار رومی رو نمیدونم چطور سر از این زمین در آوردی. ما اومدیم بریم خوردیم زمین اینا، اینجا خاکی دیگه. برو کلو همین که فضلی میگه. ننه من غریبم بازی در نیار. هنوی تو یکی دیگه واسه من رنگ نداره. آخه خجالت بکش. تو دق دادی منو. بزن این مهری که تو از زندان تازه در اومدی خوش بگه، بعد دور بر این آدمو بپلک. چشم دیگه غلط کردم لطیف خانم. شما یک بار دیگه، یک دفعه دیگه اگه منو با این هیچ خوبه با هر کاری سابقم دیدی هر چی گفتی میگم. چش ببر بشی پشت رول ببینم. چش خورم. آره برو زیزی برو. چی گفتی؟ گفتم برو پیش زن و بچه. گفتم برو زیزی. شکر خوردی یا بابا؟ خیلی خوب. آره آقا دیگه چرا با این دهن به دهن میذاری؟ زبون به دهن بگید بفرمی. گفتم نیستم دیدی. برو دیگه. چاکر شو هوشنگ، این آخرین باریه که من ریش گرو میذارم جلوی نرگس تو رابط خونه ها. بله چرا نمیتونه اینه بچه ی آدم زندگی کنی؟ بله بیا برو بچسب زندگیت. چشم تو یه نفری منو کشتی. من غلط کردم. چشم بگیر. چی؟ اینو بگیر از طرف خودت بده به نرگس از دلش در بیار. به شما میگن آبجی. بی برو تو، بی برو تو، حالم به هم میزنی. بی برو تو ببینم. دست درست برتو پیس. اه بی برو تو ببینم. آجی شام میموندی. بی برو تو شنگ. ای بابا این لطیف خانم کیه که اینقدر تو زندگی منو توه؟ آقا ما کاری به کارش نمیمونم، کاری به کار ما نشته باشه. من حاضرم 10 سال با ازرایی سیبین قبرسون بخوابم ولی با این یه دقیقه نشینم یه جا. او درست صحبت کن، لطیفه اینطوری هم که میگه نیست. دلش هنزی گنجش که ببین ببین منم جایی بودم نمیذاشتم. میدونی چرا؟ خب منم میرم زن میگیرم، صاحب زندگی میشم، اول میرم از زنم اجازه میگیرم ببینم میتونم با تو شریک باشم یا نمیتونم. تو داری من دست میندازی؟ حالا که اینطوری دوست دارم ولی با تو نمیام. نشی ببینم، یه نگاه با دور اطرافت بنداز. به زندگیت میگم ببین کجای کاری؟ نه ماشینی، نه خونه‌ای، نه بچه‌ها درست میرن مدرسه. خواهم یکم به فکر خودت باش مرد حسابی. ببین بزنیم ببریم تموم، آب از آب تکون نخورده. صاحب خونه میشی والا شهر، ماشین آخرین مدل، بچه‌هات میرن یه مدرسه درست حسابی. همین لطیف خانم هستا کنیزی تو میکنه. چرا لالمونی گرفتی؟ فتی خیلی من از کارگی دوم نداشت، من دوزی بلد نیستم. آقا
من دزدی سم که آره راست میگی، تو دزدی بلد نیستی، منم که سابقه دارم. اپه سابقه رو نزن، همون یه بار که اومدم زندان تو سلول تو افتادم و زیر گوشم خوندی، واسه هفت پشتم کافیه، این عاقبتش. باشه، حالا که اینطور شد میرم دیگه. ایشیم بابا، درف میزنی غرب کنه. گفت کار آخره، گفتی دیگه خلاف نمی کنی. توش ماشین داره، خونه داره، ها دیگه خالیه. خونه خالیه، میریم یه سر گوشی آب میدیم جلدی بر میگردیم. موشن جونم آخرشی. موشن تو برف من برو دار شو بده تو برو دردیه برو عیبه بذار توصیح بدم برو نکردم جب کن. سلام با نرگس آبرو داریم جلو در همسایه دلمو نشتن در واکن بذار حرف بزنم. چی میگی تو؟ چی میخوای؟ تو چی میخوای از جون ما؟ هیچی، با شما هیچی. دلم واسه زن و بچه هم تهی میشه لطیف خانم. راست میگی جدن؟ هوشنگ، اعصاب منو نریز به هم. من به تو گفته بودم که با این فضلی نبینمت. گفته بودم یا نگفته بودم؟ شما فرمودی؟ من گفتم چشم. خب به من چه که رفتم پارک ورزش کنم یهو چسبیده از پشت به؟ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. حالا فضلی ورزش میکنه تو بشه از بهش. خب بعد ببینم یه شب تو رو تو خونه تحمل میکنه یا نه. بچی بابا خونمه، زندگی خصوصی من به تو چه ربطی داره؟ چی گفتی؟ هیچی. زندگی خصوصی؟ آدم دل دوست زندگی خصوصی عمومی داره؟ خجالت بکش. راست میگی، حق با توئه. موقعی که من با پول بدم، بدهکاریاتو بدم، وثیقه بذارم، ریشک رو بذارم، زندگی خصوصی نیست، همش به من بدبخت رفت داره. اصلا میدونی دیگه این بعد کجا هم دیگه رو میبینیم؟ کجا؟ دادگاه خانواده. حالا برو بمیر. گفته باشم لطیف خانم، از این بعد هر اتفاقی بیفته مقصرش تویی. تهدید میکنی منو؟ بله، از این بعد بله. میخوای چه غلطی بکنی؟ غلط کن ببینم، زود باک. علی من هر غلطی دارم خود میکنم. اگه میخوای سر قولم باشم، اگه میخوای از دیوار مردم نرم بالا، اگه میخوای دستم کج نباشه، زن و بچه هم از هم نگیر لطف خانم. چی میگی تو؟ واسه من فیلم ها چیه برای من بازی میکنی؟ هوشنگ، من تو رو بزرگ کردم، دل دوزی تو خونت بدبخت. ربطی به زن و بچه‌ت هم نداره و گردن منو بدبختم ننداز. تو همین الانم هم یه خونه عیونی ببینی آب از لک و لوچت آویزونه. من تو رو بزرگ کردم، این فیلم ها رو واسه من بازی نکن. همین الانم هم داری با فضلی نقشه خالی کردن خونه یکی رو میکشی. فکر کنی من نمیدونم؟ اعصاب منو نریز به هم، چنان میکوبونم تو دهنت، چنان میکوبونم تو دهنت که نفهمی از کجا خوردی. انقدر رو تو واسه من زیاد نکن، زنگ میزنم پلیس بیاد ببرت تا. بیا برو ببینم. چش. سلام علیکم آقا. سلام علیکم اکبر آقا. مصاحبه تش می‌برین؟ زن سر صدا شده، ببخشید. آره نمیان. هر کاری می‌کنم نمیان بریم. بله، منتظرم که بیا. خوش بهتون بگذره. اکبر آقا. جانه. ببین، نیستیم حواست به خونه باشه، دوز زیاده. اونم به چشم. خداحافظ، خوش بگذره. هر پدر هرچی دوز زنه. خودت خواستی لطیفه. سلام علیکم عزیز. اومدم سیر. هیچی نگو، اصلا خوبیت نداره واسه یه آدم مجرد اجازه بده یه آدم متعهل بیاد تو خونه‌اش. در ضمن از شما به ما رسیده، البته بدیاتون. خوش اومدی هری. همین این بود حرفایی که میزدی؟ معنی رفاقت و شراکت رو فهمیدم داداش. از ازل تا الان تخم شراکت من و تو کاشتیم تو زمین، ولی سبز نشد. در ضمن یادم رفته بود، من زندگیمو دوست دارم، دوست ندارم هر کسی پاش در خونم باز شه. بعدی اعصابم خرابه ها، تو دیگه شوخش از سر در نیدا. اومدی منت کشی، حرفای تو به لطیف خانم اصلا فراموش نشد. خوش اومدی، خوش کردی، خوش اومدی. اون گفته به من فضی نگفتم. ببین من میدونم ما شما رو میشناختیم لطیف خانم.
اگه اون آدم ها رو ما تو خونمون را دادیم رو حساب شما بوده. شما باید خودتون جواب بدید. اون آدم از تو خونه من یه قالیچه دزدیده. یا میگی میاره پس میده یا ازش شکایت میکنم. آخه این حرفا چیه شما داری میزنی؟ اون آدم غریبه نیست، شوهر خواهرم، امکان ندارم چی کاری کرده باشه. بلت میخوانم به غیر از همین شوهر خواهرتون و همکارش هیچ کس دیگه خونه ما نیومده. طلای زن منم دقیقاً همون روزی که ایشون اومده گم شده. اصلا نکنه خودت هم باهاشون همدستی انقدر سنگشونو به سینه میزنی. رود نمیشه، آدرسشو بده، خودمون بریم سر وقتشون. نکنه قایمش کردی؟ ببند دهنتو، هر چی من هیچی نمیگم. از صبح تا شب اینجا کار میکنم برای یه لقمه نون حلال. با آبرو زندگی کردم. و تو اینجا واسه به من میگی دوست؟ همچین میکنم تو دهنت که اسمتو یادت بره. شما کوتاه بیا لطفا. ما شما رو میشناسیم. حالا میگی ما چیکار کنیم؟ این شد حرف حساب. اگر شوهر خواهر من مقصره، خودم میدونم چیکارش کنم. آوزونش میکنم اینجا که عبرت بشه برای همه. چشم کور دندم نر، خسارتتونو میدم. حرف شما حجته. هممون هم راضی هستیم. چند روزم فرصت به خاطر شما، ولی زیاد نشه. مخلص همتونم هستم. چشم. بفرمایید. خدا ازت نگذره هوشنگ. نیسندی اگه بودن دروا میکردن. شما؟ میبینی که همسایشانم بدهکاری؟ ببین خانوم، من اصلا اصلا مصاب ندارم و الانم دارم دنبال یکی میگردم همه چیز درش خراب کنم. اگه از این خونه خبری داری بسم الله، نداری برو تو. چه خبره خانوم؟ من دیدم سر صبحی آقای فضلی رفت در. رفتم بیرون؟ خیلی خوب، برو تو ببینم. برو تو. باشه خوبه. چرا گذاشتی؟ مبرنم یکی به اینجا دارن مکاشن. ببین آقای پلیس، من اینجا بلوک گذاشتم که فردا صبح یعنی بکارم. بله چشم سرکار، من یواشتر میگم. اومدم اینجا دیدم یکی فرد بابا حوشنگم که پایی حوشنگ؟ مرد حسابی، زن ترکم کردی؟ چه شوخی خریکه میکنی؟ من کجا شوخی کردم؟ دو ساعته دارم که فضل نمیشنوی. خب ببین، من وقتی روی یه چیزی قافل میکنم هیچ کس نمیتونه تغییرش بده، هیچ کس هم نمیتونه رأی منو بزنه. فهمیدی نه؟ تو که گفتی نیستم. خب ایوی کسی نگی هست. سلام نرگس. زهر مار این به اون در بلاب از ما. وای میمیرم برای خوب. به این میگن دوستی. چیکار میکنی؟ میگم این خونه عرفا میمونه، بعید نیست روح داشته باشه. میگم اگه میترسی یعنی پشیمونی میدونم برد گردونم ها، مجبور نیستی بمونی. خواب چیه؟ ترسیدی؟ منو ترس؟ من اصلا نمیترسم. میگم اگه پشیمونی این کاخه. عجب خوش سلیقه‌ای فضلی. کاخه ولی کاخه اچه نسنگا بخری. سیچته میگم هم خوش رو دیم. باشه خوش رو دیگه. بیرم بیا
بابا جون، کسی نباشه بهتر، ما کارمونو میکنیم میریم. خواهی کسی نیست آروم، چرا حرف نیست؟ شاید کسی باشه، کسی نیست. ولی خوردیم به انبار طلا. فضلی، ببین، همه یه وسایل عتیقه هست. اینو جمعش تیر و تخت هست که اینجا بیست. چه؟ نگاه کن، مال دوران سلجوقیه. دوزارم نمیرسه، من به خاطر اینو نمیرم زدو. چه تو پچه نمیشونه دوزاره بیرم. دستا بالا، تکون نه. جون بخورین مغزتونو میریزم تو دخل. غلط کردم، من بیگناه همی مقصر آقا. بگی با این سرش آقا. حسام تویی؟ حالا اومدی؟ خیلی دیر اومدی، خیلی دیر اومدی ای پسر بیمرام، ای آدم بیمعرفت، ای آدم بی احساس. احترام مادرت مرد، بیچاره چشمش به این در خوش. همش میگفت حساب، همش میگفت حساب. من اما حالا دیگه نمیذارم از اینجا برید. میدونم چه بلایی سرت بیارم. آره بارستان هستم پیدونم چه نفسی داری. من یه آخریه بریدم. بیا یه دقیقه بشین. با سلامتی، من پلیس بودم یه زمانی. افسرهای آگاهی همیشه باید رو فرم باشن. برای عملیات آماده باش. هی پوز این شغل رو تو میدی. منم کارمند بایگانی بودم، همیشه آماده. راستی از برزگر خبری نیست؟ خیلی وقته. آره، منم دیگه دارم نگرانش میشم. به نظر افسرده میامد این آخریه. آره، حواس پرتی هم داشت، یه حرفایی میزد، یه چیزایی میگفت. نمیدونم، به نظرم عوض شده. همش مال تنهاییه. از وقتی زنش فوت کرد دیگه هیچ کس رو نداشت. این پسر بیمعرفتش هم یه زنگ خشک و خاری نزد احوالشو بپرسه. نکنه برای سرش اومده و ما بیخبریم. بهتر نیست یه سری بهش بزنیم؟ موافقم. تو آدرس چی داری؟ آره یه آدرسی بهم داده بود، ولی دقیق نبود. حدودشو میدونم. ارباب غلط کردم، یعنی غلط کردیم با بل. واکن دستمونو بریم، زر بچه‌مون منتظرمونه. میخوای برگردی پیش اون زن انگلیسی بدجنست، همون که باعث جدایی من تو شد؟ اه بابا، زنش انگلیسی نیست، مال همدونه، مال خودمونه. بیخود از اون اجنبی جانبداری نکن. به هیچ عنوان دیگه اجازه نمیدم همدیگه رو ببینید. احترام بدبخت تا لحظه آخر چشمش بی این در خوش شد. هی میگفت حسام میاد، حسام میاد. آخرش هم حسام نیومد. صد بار بهت زنگ زد، زنت یه بار بهت گفت؟ معلومه که نگفت. هر وقت که تلفن میزدیم گوشی رو ور میداشت، میگفت حسام ازی بزی، نمیدونم از این چرت و پرت تو انگلیسی. حسام خونه نیست، حسام جلسه داره. 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 حسام
حسام تو باید تقاص این بیمهریاتو پس بدی. تو باید تقاص پس بدی. چشم. حسام باید پس بده. حسام باید بده. من چرا؟ آخه پدر من، عزیز من، ارباب من. من هوشنگم. بازی چه؟ بازی تو رو خدا من از دست این دیوونه نجات بدم. بابا چیکار کنم؟ آقا جان با تفنگ پر شوخی نمیکنن ها. دیوونه ها؟ من با کسی شوخی ندارم. این جوون باید تقاص پس بده. تو هم اگه زیاد حرف بزنی اون بلایی که میخوام سر اون بیارم سر تو در میارم. تو فهمیدی؟ تفنگ تازه شلیک کرده؟ بو بارود میده میدونه. همه اینا تقصیر اینه. تمام اینا بدبختی رو از دست این میکشم من. کی؟ حسام؟ آره حسام. آقا باز گفت حسام. من اون چنگم پدر جان. اینم فضلیه دزدینه، یعنی منم دزدم ولی چریک دزدم، دل دزدم. ما دزد نیستیم عزیز من. داشتیم شبیه اینجا رد میشدیم، دیدین داره یکی فریاد میزنه کمک کمک، جه جف بازدیم که بیاین تو ببینیم چه خبره که روبرو شدیم با شما. عزیز دل من دیگه تفنگ و تفنگ کشی نمیخواد، آژان و آژان کشی نمیخواد. داری من گرسنگی میبینیم، دستمونو باز کنیم یه سبونه با هم بخوریم. ساکه! تو فکر کردی من اینقدر احمقم که گول تو رو بخورم؟ آره؟ این پسر به اندازه کافی به من دروغ گفته. راست حسام این رو قالتاقه کی با خودت آوردی؟ آقا جون من هوشنگم، من حساب نیستم، من یه حساب نامرده تو نیستم، من دوزم، اینم دوزه، این خالتاق چون میبینی زیر پامده چست. راست میگم دیگه، من زندگیمو داشتم، کارمو داشتم آقا جون. زیر پام نشست گفت بریم از خونه آقا بالا به نون نوا میرسیم، که نرسیدیم، اسیرت شدیم. ای خاک بر سر من هوشنگ که نشستم با طلاب این رفتم تو جا، هرچی میکشم دست توی فرش. واقعا برات متاسفم حسام، تو اینقدر حقیر شدی که حاضری به اندازه یه دوست خودتو پایین بیاری. خاکتون سرت. میدونم بایتون چیکار کنم. میگو چیکار کنی؟ آقا دوزو به چه زونی جرمه؟ دلم میخواد یه مو از سرم کم بشه. ببین باها چه کار میکنم، پوست تو زنده زنده میکنم. این پیرمرده دیوونه است، چرا متوجه نیستی؟ ببین یه چیزی الان تا لب بیخور تو کلم، این پیرمرد عینه او خود دیوونه است. تو رو به جای پسرش اشتباه گرفته. خب عزیزم نونه تو روغنه، چرا حالیت نیست؟ گرفتی؟ چیو گرفتم؟ با چه نقشه‌ای تو کلته؟ یه نقشه‌ای تو کلمه که تموم قد میفتی تو استخل اصلا. نوچ میشم خوشم نمیاد. آقا گفته باشم یه بار دیگه این تفنگ بذاره بیخه گلوم، سنکوب کردم رفتم پیکارم. تو چشاش نگاه کن، مثل دیوونه ها میمونه. بگم حسابم مخم و پاچیده تو دیوار. وقتی میگم آیکیوت زیر صفر قبول نمیکنی. پیرمرده داره لعله میزنه که بگه تو پسرم میشه، ولی تو نمیخوای قبول کنی. آخه مرد حسابی تو هم قبول بکن، یه دست نوازشی رو سرش بکش، تمام مانو ملالش رو میزه رو پاد. چی میخوای دیگه؟ گرفتی؟ تو به اینو میگی ثروت؟ کلش رو جمع کنی بدی دست مالخر، 400 تومن نمیذاره کف دسته. خدا وکیلی اگه این نرگس خانم بزنه تو سرت حقته. آخه مرد حسابی طول عرض این خونه رو نگاه کن، به این میگن مانو منا. صدا تو ببر، نیستم، نمیخوام، نمیگم. هستی، میخوای، میگی. موبایل کدومتونه؟ مال حسامه. باز گفت حسام؟ آقا جون مال منه، بیا تو جیبم برد. بشم دستم بس هست که. آقا دست منو باز کن بهتون بدم. لازم نکرده. باشه منو قطع میشه. مال خانومه، زنمه. برای چی کوبیدی زمین؟ خوب کاری کردی، دست کردم. آقا صاحب داره، خوب کار کردی. آدمیه این و جاوز نرگسو چی بدم الان؟ یه عمری بهش گفتی بله، یه روزم به ما بگو چشم، اتفاقی میفته میمیری؟ الهی بمیری فضلی که هرچی میکشم از دست توه. خودت بمیری؟ یه موبایل شکسته، اتفاقی نیفتاده، بهتر از اینه که بمیریم. ای خدا به دادم. ای چیه؟ یخ؟ باید طاقت ندارم. همچین که یک ساعت این یخو گذاشتم رو سرتون، وقت عقل میپره تو کلتون. آه! زهر مار، ترسیدم، چت شد یهو. من تا قدر، من اعتراف میکنم، من همه چی رو میگم. آقا
آقا پسر رفته بود انگلیس لاوبالی شده بود، رفتم زدم تو سرش گفتم پاشو بیبره دست بوسی بابات. ببین خودش راضی بود، این زنش راضی نبود. این اسمش چی بود؟ کاترین. ها همین کاترین خود بود. البته خودش هم گفت گفت من حقیقت دیگه میخواستم برم ولی دیگه روم نمیشه تو چشای بابام نگاه کنم. گفت قبه می مادری تو قربت خیلی درد داره، ولی ترکش نکن. قبه بی مادری آتش به جونم میزنه. داری دیوونش میکنی فضلی؟ قبه بی مادری آتش به جونم میزنه. خونه ای که مادر نداره، شمع وجود نداره. عزیزان عزیزان وقتی که مادر نداری چی نداری؟ عزیزان که مادر نداری هیچی نداری. مادر مادر نخون فضلی نخون، دوباره دیوونه میشه. مادر تو نیستی که ببینی چه آتشی به جونم خورده. میکشمت فضلی منو کش. آقا جون با شما تفنگتو برداشتی گذاشتی زیر گلوی بیچاره. بابا من این همه شعر خوندم، آواز خوندم، غزل خوندم، دورایی خوندم، سرایی خوندم که شما دست برداری از خر شیطون بیای پایین. بابا این بچه پشیمونه، سنگ خورده به سرش، گفت غلط کردم، گل آوردم واسه تون. آقا بخشش از بزرگتره. حسام این راست میگه؟ چه رفتاریه با من داری آقا جون؟ پرسیدم راست میگه؟ حالا فکر میکنم بله من اشتباه کردم. به فضلی راست میگم، منو ببخش آقا جون. آقا جون من نوکرتم دیگه، اومدم نوکرتو بکنم. آروم باش آقا جون، من اشتباه کردم، ببخشید. حسام دیگه افتادیم تو استخل عسل. اولش خاموش بود. خب فردا صبح که زنگ زدم روشن کرد، ولی بعد از دست خارج کرد. چی؟ نکنه بلای سرش اومده باشه. شاید که بلای سرش اومده باشه. خواهر ما رو باش، تو عوضی نگران من باشی، نگران شوهرتی؟ من از کجا بیارم خسارت رو بدم؟ این مغازه مگه چقدر در میاره که این همه خسارت رو من بدم؟ بابا به خودم هم شک کردن. به خدا شرمندتم خواهر، چیزی هم ندارم بفروشم خسارت مردم رو بدم. شما میگی چی کنم؟ یه سطل خاک بیو بریز تو سر من. ببین نرگس، اگه هوشنگو گیر بیارم با همین سبز خورد کنی خوردش میکنم. شاید نباید خانه بیرونش میکردیم، تازه سر عقل آمده بودا، بدون اجازه من خانه بیرون نمیرفت. خیلی خب باشو قیافت اونجوری نکن، بیبر بچه ها رو ببریم خونه با هم بریم ببینیم میتونیم پیداش کنیم یا نه. باشو به چا بریم. نوشه جونتون. پسرم به من قول بده که دیگه هیچ وقت منو تنها نذاری. میخوای بابا تو تنها بذاری؟ غلط میکنی بابا تو تنها بذاری، میزنم تو سرت. مگه علکیه؟ تو باید خودتو وقف پدرت بکنی. من نهید شاعر چی گفته؟ پسر گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. نمیدونم چرا نونه افتاد تو روغن همینطوری. عزیزی آقا فضلی، من فقط موندم که حسام با اون زن انگلیسیش میخواد چیکار کنه.
او زن بدجنسشو باید بره طلاق بده. میری طلاق میدی. موضوع هر صدرت باش فضلی ها. همون زن انگلیسی تو دارم میگم. اسمش چی بود زن انگلیسیه؟ کاترین. همین کتی خانم. همین کاترین خانم. کتی کتی. نمیدونی این کتی کیه آقا؟ وای وای یک بیگاری از این پسرت میکشه. همش هر روز بیگاری. شب صبح روز شب سبزی صبح کنسید بیاسید ببسید ببسید. آقا نمیدونی خواهر زنش. خواهر زنش شمر زرجوشن. دیو دو سر. همه این سگ ازش میترسن. ولی تنها کسی گلو روش وایستاد من بودم. گفتم باید حسام بره وقف پدرش بشه. چرت و پرتو چیه میگه فضلی؟ چرت و پرت چیه؟ اینا سالاس رو سینمه. چرا نمیذاری بگم؟ اینا درده که باید بگم. آقا این خانومش یک مارمولکیه. نبینه یک مارمولکیه. نمیذاره به باقات اسمتو بیادن. همین نفه؟ بله. من نفه دارم؟ بله دارم. دارم چند تا؟ دوتا. دوتا. دوتا دارم. چند سالشونه؟ بزرگه 5 سالشه. کوچیکه 4 سالش. من دوتا نوه دارم. یکی 4 سال یکی 5 سال. تو اینا رو به من نمیگفتی؟ ای روزگار. ببین چجوری آدم از دیدن نوهاش محروم میکنن. فضلی جونم تو فنگ من کجاست؟ کجاست؟ آقا جو غلط کردم. آقا فضلی فضلی برو این کاری بکن. خدا رو شد تا حالا که خبر بدی نشنیدیم. تو بیمارستان هم که پیداش نکردیم. شانس آورده. خیلی شانس آورده. نرگس اگه گیر من میافتاد چنان میکوبیدمش که رای بیمارستان شد. نگو دیگه خواهر اینجوری به چاش یتیم میمانن. خب بهتر. الان سرشونو بالا میگیرم. چیه دوستاشو بپرسن تو مرسه باباتون چی کنن بگن دوست گیر دادی خواهرا. من میگم اینقدر هم که از هوشنگ درد میگی بد نیست. همش زیر سر این فضلی خدا نشان. خب من همینو میگم. نگاه کن فضلی 50 سالشه هنوز از اوغل خونه زندگیش اینه. حرف من اینه نرگس شوهرتو که هم زن داره هم بچه داره هم خونه زندگی داره برای چی باید آویزون اون بشه؟ خب اونا لنگه تو. یعنی کی؟ فضلی. بقه اگه او زن زندگی نداره تو هم تنهایی شوهر نکردی. دستت درد نکنه خواهر. ممنوع. حرف حساب. چی میگی؟ حرف حساب. حرف حساب؟ خب من اگه شوهر کرده بودم خرج تو و بچه ها تو که میداد؟ خودم نخواستم ازدواج کنم. همین الانم هر روز در مغازه 1000 تا خواستگار میاد میگم نه. برای چی من ندیدم؟ خب برای اینکه کوری. ماشاءالله ماشاءالله خدا در تخته رو با هم خوب جفت کرده. تازه الان میفهمم اون هوشنگ بدبخت چرا اینجوریه. چرا؟ برای توی دیگه. اونم من بگم بیا برو خانه میخوام برم کلانتری ببینم گرفتنش یا نه. بگی ببینم اینو. منم میام بیا برو خانه. چلم کردی بیا برو خانه. منو بیخبر نذار. نرگس باشه. آخیش دیدی چه پیره مرد والی بود. عجب پذیرایی کردم. پذیراییش میخوره تو سرش. تو نمیتونستی زبون به دهن بگیری نوه نوه نکاری سر میز. رسمن اسیر شدیم رفت به کارش. کاش رفته بودیم زندون. اونجا لقد 4 تا آدم میدیدیم. یه دیوونه نبود تفنگ بذاره بیخه گلومون. خوابه انگار من جا هرگیچی. فعلا که جفتمون اینه خیار بسته به صندلی. به جای یه قد چرت و پرت بگی یه دقیقه فکر کن ببین رو گنج خوابیدی. این خونه 10 میلیارد میارزه. بزک نمیر بهار میاد بکر این دیوونه مالشو به اسم من میزنه. اینقدر نوه نوه کرد دلم واسه زن و بچه هم تنگ شد. وای 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 یه جوری حرف میزنه انگار بره در خونه واسهش گوسفند قربونی میکنن. یادت رفته که با تیپا خانمت انداختتت بیرون نه؟ حواست باشه تا اینجا اومده تا آخرش هم باید بمونی. همین که بهت گفت اومد. به مخلصم بوی گلم هستی. بریم تو باغ میخوام یه کمی باید حرف بزن. آفرین دمت گرم بابا مردیم دیگه بس اینجا نشستیم. ما هم باز کن بریم تو استخر یه تنی به آب بزنیم بعد هم یه چای دبش حالشو ببریم. قربونت برم. دست داری چه کار میکنی؟ چرا داری منو میبندی؟ میگم عمو جان سفارش دیگه نداری؟ نه. میگم چرا داری منو محکم میبندی؟ چیه؟ هیچی اگه اصلا نباشه هیچ. صحبت مردون است. میخوام دو کلام با پسرم تو باغ حرف بزنم. بریم. بله. وایزاد. بله. صحبت مردون است. آرزو که اینو نمیبینی. میگم حسام
اگه دوست داشته باشی یه دستی به سر روی این خونه میکشیم، تو هم میری دستن بچه تو میگیری ور میداری میری اینجا، یه زندگی نوع قشنگی رو دور هم دیگه شروع میکنیم. قربون مرامت آقا جون، چشم، نظر لطفه. شوخی نمیکنم، اگرم دوست نداشته باشه خانومت با یه پیرمرد قرقروی بد اخلاقی مثل من زندگی کنه، یه دونه از زمینا رو بفروش، یه خونه همین اطراف بخر، خب؟ که حداقل من بتونم هر روز شما رو یه بار ببینم اتون. این چه حرفی آقا جون، خود سایه شما رو از سرمو کم بکنه. خدا رحمت کنه احترامو. حسام خیلی دوست داشت، حتی بیشتر از من. گاهی اوقات حسودیم میشد، بهش میگفتم آخه زن تو چرا اینقدر خودت دل بسته اولاد بی وفا میکنی؟ میدونی چی میگفت؟ چی میگفت آقا؟ میگفت مادر عاشق بیاره، اولاد هر چقدر بهش بیمهری و بیمحبتی کنه اما مادر دوستش داره. مادر دیگه سلطان عشق مادر، رفیق بی کلک مادره. آقا پشت وانت نوشته بود اینو. من آدم خودخواهی نیستم، دلم هم نمیخواد تو رو به زور اینجا نگرد دارم. احساس میکنم دارم محبت رو از تو گدایی میکنم. تو مختاری، اگه دلت میخواد میتونی بری. واقعا آقا؟ بله. جدی نمیگی؟ اتفاقا جدی میگم، هرچی هم دلت خواست میتونی از تو خونه ورداری ببری، فقط اگه میشه هر از گاهی یه سری به من بزن. چشم آقا. آقا شما از اول میدونستی من حساب نیستم، درسته؟ بله میدونستم. و چرا اینطوری دو به شک بودی آقا؟ فایدش چیه؟ آدم این همه زندگی و مال منال داشته باشه اما همیشه تنها باشه، زندگی بدون محبت حدسه یه ارزن هم نمیرس. ایوه رو با ایوه و گدای محبت هم این خودت هم با این خود یه مرف زحمت کنی با. ولی ایوه الله خوب بازی مون دادی، یعنی فضلی رو بازی دادی ها. ایوه بیچاره آدمی که به خاطر گدایی محبت باید بازی کن. آقا من برم. آقا جون کاری نداری؟ آه برو. من برم. برو. خوبی آقا جون؟ آره خوبه خوبه. ایوه ببخش مرو. بکش دمه خلاص میتونی بری. بری؟ و تو چی؟ من؟ به منم گو برو. ولی تو را که میومدم بیو دلم سوخ، اون هم پیر مرد تنهاست، دیگه یه چند روزی بمونم پیشش. جواب زنه تو چی میدی؟ آه اون با من زنی میزنم میگم بیان دور همه خوش میگذره. آره خوش میگذره. میگم هوشنگ این گوش منو نگاه کن ببین دراز شده یا تو دراز میبینیش. گرفتی من رو خودتی. چرا میزنی؟ پیرمرده رو بردی پایین، مخشو تیلیت کردی که ثروتشو بالا بکشی، بعد میگی چرا میزنی؟ مزخرف میگی؟ پایین رفتیم با هم اختلاط کردیم فقط. همین؟ میگم همین. همین حرفی که میزد رو میز، من بچه همی دوست دارم میخوامه. تو حیاتم گفت یه چند تا ویلا دارم، تو زمین دارم چند هکتار بفروش. زن و بچه تو بیار میشه زندگی. خب درست. یه الان افتادی تو جاده دیگه عزیزم. البته قبل از این که سند به نامت بخوره و بفروشی، من تو یه توک با میری مزر، یه وکالت تامل اختیار به ما میدی. اون گفت من این نخوام چی؟ نه دیگه نشد دیگه. تو که بهتر از همه من میشناسی. فضلی ببین یه لیوان آب خنک از گلو زن و بچت پایین نمیره. فضلی فضلی بی فضلی
فردا میام همه چی باید راست و ریز شده باشه. شوخی شوخی جدی شو، ما دوزیم کلاهبردار که نیستیم که. وجدانم رو چیکار کنم؟ حیوی وجدان خود فکر کن، شاید آدرس یادت بیاد. همین طرفا بود. سلام. سلام علیکم. ببخشید اینجا تش بنبسته؟ تش بنبسته؟ چطور، مگه مشکلی پیش اومده؟ مشکلی که نه، واقعیتش ما دنبال یه آدرس میگردیم. شما اهل همین کوچه هستی؟ ما ها... نه بله. چطور مگه؟ ما دنبال خونه آقای برزگر هستیم. عکسش همرام هست، اجازه بدین. وو کی میره این همه رو؟ نه میخواد، میخواد الان عکسشو بهم نشون بده، شناسنامه‌شو بهم نشون بده، کارت ملیشو بهم نشون بده. نه میخواد آقا جون، ما از خدا 40 سال عمر گرفتیم، از سر این قله گرفته تا سر اون قله تا خود همینجا، همچین موجودی همچین نامی وجود نداره. بکش که نامو ببینی. چه بی تربیت دیوونه بودی. خیلی مشکوک بود، فکر کنم قبلا جایی دیده بودمش. جناب سرنگ آگاهی، تو با همه کس و هر جا بیرسی مشکوک میشی. بعد این اولین آموزش اداره آگاهیه، به همه چیز و همه کس تو صحنه جرم باید مشکوک بود. بی خیال بابا، صحنه جرم کدومه؟ به جای این حرفا یه خود به مغزت فشار بیار، شاید آدرس رو پیدا کنی. یه بریم، یه بریم. آقای برزگر تو مطمئن همینجا؟ من کارگرشم دیگه. خب دست درد نکنه، خداحافظ. منم که از اول درست اومدم. پس اون آقای چی میگفت؟ چه میدونم، زنگ بزنی معلوم میشه. یه بار دیگه بزن. نمیکنه، نکنه طوری شده، آدمیزاده دیگه. خدا نکنه، باید پلیس خبر کنی. بس کن آقای پلیس، احتیاجی به این کارا نیست آخه. آقا، آقا جون، آقا جون، آقا، آقا من اینجا. آقا من غلط کردم. برگشتی؟ میدونستم دلت طاقت نمیاره من تنها بذاری. او که البته اتفاقا دلم هواتو کرده بود. چرا انقدر حیرونی؟ آقا زنگ زدی، آقا زنگ زدی، پلیس منو لو دادی. پلیس چیه؟ مگه آدم پسرش لو میده؟ برای چی دنبال من؟ کی دنبالته؟ بفرما، پلیس دیگه اومده دنبال من. بذار ببینم کیه. بفرمایی. سلام، مودتم. به آقای مودت، سرهنگ مودت. چه عجب این طرفا، اینجا رو از کجا پیدا کردیم؟ چرا اینقدر زنگ میزنیم در باز نمیکنی؟ این زنگ ما خرابه، هر ده باری که بزنی یه بار صداش در میاد. من و صادقیم اومدیم ببینیمت. صادق؟ مزاحم که نیستیم. نه نه نه، بفرمایید بفرمایید، در خدمتتون هستم، الان میام. ببر. آقا میگم به گوش خودم شنیدم اینا پلیس هن اومدن منو ببرن. بابا جنو من، اون سرهنگ مودت بازنشسته اداره آگاهیه، اونم صادق، جفتشون رفیق فابریکای منن، نگران نباش. راستی تو حسامی، اگر از تو سوال کردن نتونستی جواب بدی، من جفت جورش میکنم، نگران. آقا چش، من میرم تو پسو. خوش اومدین، خوش اومدین، بفرمایید بفرمایید. واقعا معلوم هست کجایی پیر من؟
یه دفعه غیبت میزنه، پارک نمیای، تلفن جواب نمیدی. نمیگی دلمون برات تنگ میشه؟ بابا آدم دلش هزار را میره. نگو جوون مردم گناه داره، خدا رو شکر که سالمه. بابا سرم شلوغ بود. اصلا بذار حقیقتشو بهتون بگم. پسرم از انگلیس برگشته. به به، چشمت روشن پکو. حسام. سلام. سلام. آقای حسام برزگر پسر بنده، ایشون هم رئیس بایگانی کل کشور آقای صادق بارمه است. خیلی خوشبختم. تو پسر به این گلدگی داشتی؟ ایشون هم جناب سرهنگ ایرج مودت، رئیس اداره آگاهی، البته بازنشسته. الان مت میذاره جیبش، صبح میاد تو پارک پارکو مت میکنه. خوشبختم از دیدارتون. مویستم. چهره شما چقدر به نظرم آشناست. قبلا شما رو جایی ندیدم. جناب سرهنگ که خلاف نکردم بیام کلانتری خدمتتون. ای بابا باز تو شروع کردی. پسر من 20 سال تو انگلیس داره زندگی میکنه، اصلا هم ایران نیومد. بفرمایید در خدمتتون باشم. بفرمایید. خب خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. برزگر این تنابا چیه؟ تو که به همه چی مشکوکی. این تنابو من روش رخت پن میکردم. مهندس وقتی که از انگلیس اومد به من گفت بابا اینو جمع کن، اگه رو تناب رخت پن کنی تو آدم بی کلاسی هستی. خب راست میگه بچه، تو انقدر تنهایی کشیدی آداب و رسوم زندگی از یادت رفته. اومد نگاه کن، تحویل بگیر نرگس خانم. صد بار بهت گفتم این شوهر برای تو شوهر نمیشه، طلاق تو بگیر. بعد تو چی جوابمو دادی؟ شوهرمه، بابای بچه هامه. خب من چی کنم که خبری ازش نیست؟ خبرشو بشنوم الهی. هم آبرومو برده، هم کارو کاسبیمو کساد کرده. بشین تو ماشین ببینم اینا چی میگن، چی میخوان. سلام لطفه خانم. سلام لطفه خانم. بعد چی شد؟ آیا قرار نشد تو این شنوزی یا خسارت ما رو بدید یا اون دو نفر رو؟ منظورتون کدوم دو نفره؟ همون دو نفر آقایی که فرستاده بودیم برای تعمیر. اولا یه نفر بود و دو نفر نبوده. دوما من که به شما گفتم خسارتتون رو میدم، برای چی پا میشین میان هر روز دم مغازه؟ من یکی که برای خسارت نمیام که. یکی از اون دوتا همش به وسایل خونه نگاه میکرد، کار که نمیکرد چی به همه جای خونم سرک بکشید. شما مطمئنین دو نفر بودن؟ یعنی چه لطیف خانم؟ دو نفر بودن دیگه. یکشون لاغر و قد بلند بود، یکشون هم چاق و گنده. یه نصف سیبیل هم داشت، هم فضول بودن پر رو. اسمش فضلی نبود؟ اسمشو یادم نیست، ولی به شما توصیه میکنم این آدم برای تعمیرات نفرست، جز بدنامی چیزی برای شما نداره. چشم، مگه دستم بهت نرسه؟ چی میگی خانم؟ با شما نبودم. چشم، تا چند روز دیگه همه چی رو خودم راست و ریس میکنم. بابت همه چی هم از شما معذرت خواهی میکنم. ببخشید. حرف شما حجت لطیفه خانم، ولی اگه آدرس اون مردو دارین به ما بدین، ما خودمون بلدیم باهاش چیکار کنیم. بسپریدش به خودم، جسدش رو پیدا میکنم، آویزون میکنم به همین جا تا عبرتی بشه برای همه. خداحافظ. خدا نگهدار. شوهر تو آدم بشو نیست، خود دوزش کم بود، رئیس دوزدارم به خودش برده خونه مردم. چی کار کنم خواهد دست شما؟ کیه میگی؟ فضلی رو میگم دیگه، دوست عزیز شوهر شما. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ چقدر بهشش گفتم مایی فضلی نگردا. گیرشون میارم، مگه دستم بهتون نرسه. بله. سلام عمو جان، ببخشید مزاحم شدم. یه درو باز کن، یه تو پا بیام تو. به به، مهندس فضلی. نخیر، شما مراهمین، بفرمایید.
جناب سرهنگ. زردلوی باغ رو بفرمی. دست شما درد نکنه. هوشنگ! سلام. ببخشید. هوشنگ کیه؟ آقای این دوستای من هستن. آقای صادق بهارمست، ایشون هم جناب سرهنگ ایرج مودت. خوشبختم. مهندس فضلی. بله. از دوستای فابریک احسان هستن. مردان یک روزگار. در واقع ایشون باعث شدن که حسان مجدداً از انگلیس برگشت بیاد پیش من بمونه. بله مگه نه؟ بله باشه برای بعد. بفرمایید. شما همون آقایی نیستید که ما دو ساعت قبل دیدیمتون؟ درست میگم صادق نه؟ چرا خودشه؟ سر کار ما گذاشته بودی؟ تو خجالت نکشیدی ما رو فرستاده پی نخستیا؟ آقای ورزگر شما مطمئنی ایشون دوست آقا حسامه؟ آره بابا این حرفا چیه میزنی؟ مهندس فضلی از رفیقای خوب حسامه. من که شک دارم. از همین آقا وقتی پرسیدم خونت کجاست گفت از سر این قله تا اون قله تا همینجا موجودی به نام ورزگر وجود نداره. مرد حسابی تو خودت از همین خونه اومدی بیرون. سرنگ شلوغش نکن. تو به عالم آدم مشکوکی. من خودم بهشون سفارش کردم با اهالی این محل قاطی نشن. راجع به منم چیزی نگم. مهندس شما بگو. اگه دزدای این محل بفهمن که من پیرمرد تو این خونه درندش تنها زندگی میکنم چیکار میکنن؟ خب معلومه یک شبه اینجا را هاپولی میکنن. نه؟ بله دیگه. من قبلا شما رو ندیدم. بله. همین دو ساعت پیش در به همین خونه. عمو جان حسام جان ببخشید من یه کار فوری فوتی دارم. با عمو جان حسام جان دو دقیقه اجازه بدید وقت عمو جان اینا رو بگیره. احتیاجی نیست ما خیلی وقت اومدیم. صحبت دیدن رفیقمون و سلامتیش بود. الحمدلله سلامته. دیگه الان باید بریم سرنگ. بریم. باشه. بابا تازه چای آوردم. خیلی ممنون. خدا حافظ. همه چی مشکوک بود. من فکر کنم یه ریگی تای کفش این برزگر و پسرش هست. دست ورد و سرنگ چه ریگی؟ نه یه دقیقه فکر کن. اون تنابا نداشتن لهجه انگلیسی پسرش. خود برزگر. تو چه فکرهایی میکنی یا؟ به ما چه ربطی داره؟ همین که رفیقمون سالم بوده سلامت برای من کافیه. چی کار داریم تو زندگی شخصی مردم؟ برزگر دوست داره با پسرش اینجوری حال کنه. این نظر توه. من اصلا قبول ندارم. من دارم بهت میگم مرد حسابی. خانم تو و خواهرزنت با مامور اومده بودن در خونه من. خب در خونه تو اومدن چیکار؟ اومدن حال منو بپرسن. ببینن حال من چطوره. خب اومدن حتما دنبال تو دیگه. چرا متوجه نیستی؟ ای وای. من نگرانم. واسه برم پیش سر بچه‌م. من میگم مامور اومده دنبال تو. میگی نگران زن و بچه‌م؟ حتما یه سازی قبلا زدی که الان صداش در اومد. با چیکار کردم؟ با کاری نکردم که. تلفن داری؟ تلفن تو بده من زنگ بزنم. بیا. این شماره بی‌نامونشونه. زنگ بزن که ردتو نگیرن. ببین فردا باید بیافتیم دنبال زمین های این پیرمرده. ببینیم مزنش تو بازار چنده، چقدر کجاست و چجوری هست. بعدش هم بریم دنبال کارهای اداریش. به فرشیم و بخوره به ناممون میلیون میلیون میارزه. اوه جون پولدار میشیم. خب دیدی من... خیره پیرمرده شیشتون که حواسش هست. اون روز که رفته تو حیات وریش گفت اگه نمیخوای بمونی برو. منم رفت دادم برم. یه حواس صدا کرد گفت هوشنگ. یعنی چی؟ یعنی که حواسش هست فراموشی نداره دیگه. بابا اینا بگیر نگیر دارن دیگه. یه آن میگیره یه آن نمیگیره. تازش هم اگه یه دفعه گرفت و یادش اومد همچون میزنم تو سرش که یادش بره. تو نگران اون نباشون با من. بزری اینجا هم درد میکنه. به من چه مگه من دکترم؟ من چه میدونم اینجا چشه؟ مگه نمیدونی برای چی نسخه میپیچی واسه پیر من؟ بفرما. الو نریه هوشنگم. هوشنگ هوشنگ جونم وایسه ببینم اینو بی بعدا بفرست. سعادتک شما شما چرا بده به خدا. نه آقا نه اشتباه است. بابا خودم هرش بگم دکمش بده آقا پیرانه کلفته. نه خوب نیست. این سوال نیست. کربات اوه گیر کربات دیم زرا فهمید
دست شما درد نکنه. تشکر. آره خوبه خوبه. اینه لطفا کاور کنید، این کراوات هم بذارین. آقا میگم شما به مهربونید چجوری حساب تنهات گذاشت؟ اتفاقا منم خیلی فکر کردم در این زمینه که چرا حسام اینقدر بی‌عاطفه شده. آخرش به این نتیجه رسیدم حسام وقتی که بچه بود، تازه متولد شده بود، من همش دنبال کار و پول در آوردن بودم، همش کار کار کار. آخ 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 کاش میزدی تو سرش آقا. نه که میزدیش، میدیدیش. بچه نیاز به محبت داره، نوازش میخواد، دلسوزی میخواد، مثل ما دیگه. آقا ما پدر که نداشتیم. وقتی آدم بزرگ میشه بلا نسبت شما، اولین کسی که بهش محبت کنه وابستشه. حسام هم یه جورایی گدای محبته. من واسه حسام چیزی کم نذاشتم. اون اگر یه چیزی میخواست من دوتا برش میخریدم. مادرش به من گفت بفرستیمش انگلیس تحصیل کنه. تمام زمینه رو براش فراهم کردم، پول دادم بهش که بره انگلیس درس بخونه. قرار ما این نبود که بره اونجا بمونه. قرار این بود اگر تحصیلش تموم شد بیاد اینجا پیش ما. من حتی نفهمیدم که این زن گرفته. عجب داستانی داری آقا. دنیا رو به هم بدن آقا. یه شوازر ریستم زن و بچه هم ازم دور چند. یادش به خیلی دوره مدرسم و معلم و بهمون انشا دا. دمیه انشای همیشگی میدن. علم بهتر است یا ثروت؟ آقا ما گفتیم چی؟ گفتیم ثروت. آقا کل انداختیم ما رو از مدرسه انداخت بیرون. حالا که فکر میکنم ببینم ای کاش به جای اون کلمه گذاشته بودن ثروت بهتر است یا محبت. بچه رو باید از دوران کودکی بهش محبت کرد، باید بغلش کرد، باید بوسیدش. اگر من این کار کرده بودم الان هم حسام پیشم بود، هم احترام زنم نمورده بود. چی شد؟ ماخه پیر مردانه تیلیت کردی خونه رو ها پولی کنی؟ نمیتونم فضی، نمیتونم. این کاره نیستم، روز اولم بهت گفتم. بابا دوزم، ولی آدمم. پیرمرد تنهاست، این تنهایی باید شده مخش قاطی کنه، افسردگی بگیره. حالا که من اومدم، حالا که پیششم، تنهاش بذارم. اینه بابام میمونه آخه. بابایی نداشتم، خیر سرم. دلم آتیش زدی، جیگرم سوخت. من خودم سیاهکارم. خودم همه چی رو سیاه میکنم. تو نمیخوام من رنگ کنی عزیز دل من؟ میخوای خونه رو آبپولی کنی، دورم بزنی؟ یه بار دیگه صدا تو بیاری والا فضی، اون روی رو میبینی که ندیدی. دست از سرم وردار دیگه. باشه بینه چیه؟ میخوای جار بزنم همه بفهمن؟ چیو؟ شاهکار تو. من چیکار کردم؟ حالا میگم لطیف خانم و خانم تو مامورا و همسایه ها دنبالتن. حالا شل کن بیا. مرسی. دست در نکنه. بیا پایین دیگه. برو آقا، برو من هستم. برو من هستم. زنگ بزن صدواش. بفرما. زنگ بزن در باز کنه دیگه. زدم، بفرما. نه یا بفرما. خرابه، گیر داره. گیر داره؟ کلید بنداز. کلید ندارم. کلید نداری؟ ندارم. یعنی چه تو خونه بابات کلید نداری؟ فضلی، خونه مردمه. این چند بار بهت بگم. حالا بگی برم بالا. میخوای بری بالا چیکار؟ میخوام برم از پشت در باز کنم دیگه. برو رفتن از دیوار کار دوزاست، من دیگه میکنم. نه بابا. مهندسی؟ کم نه. بگیر بینا. بگیر زود باز. خیلی خوب. بگیر نه قلا بینا. فرضی به فردا بریم با داد میزنم خلا به بگیر که گفتم بگی مکرم. آقا برسکه، آقای برسکه، امو آقا، امو جان، امو جان، امو جان، ما اومدیم. کجای امو جان؟ آقا خوابی؟ این فضلی به زور ما رو آورد. آقا من هر چی بهش گفتم گوش نکرد. شما بزرگی کن آقا. آقا برزگر این نفس نمی کشه فضلی.
نفس نمیکشه فضلی. چی رو داری میمیره؟ پاشو اول بس سند رو به نامون بزنی. ها میگم پاشو. چی رو سند به ناممون بزنه؟ کمک کن ببرمش بیمارستان. چی رو ببرمش بیمارستان؟ حالت انگار خوب نیستا. برسیم بیمارستان خونش افتاده گردنمون. پاشو به دربی. نمیا. رفیقمه میمونم. شنا. خرج قبرسونشو داری بدی؟ آره. تو ترسیدی؟ آره. ترسیدم. بزن به چاک. باشه. اول پاک میکنم بعد میزنم به چاک. بیمارم. آقا مرسی کردی. آقا قرصتون آوردن. این آقا دستت درد نکنه. ممنون نوشه جان. تو من شهربنده کردی خوشک. گریه نکن دیگه آقا جون. قربونت برم گریه کنی پامشم بیرم آقا. وسط خوب نی؟ نه. سبکم میکنه. کاش مرده بودم همه چی تموم شده بود. چه حرفی میزنی آقا؟ سایتون بالا سر هممون باشه. این همه عمر جمع کردی که حالا کیفشو کنی. کجا بری؟ اینا همش از تنهایی. در وقتی که تنهاست دلش غم باد میگیره، نفسش در نمیاد. پس من اینجا چه کارم؟ اومدم که شما رو تنها نذارم دیگه. ببین هوشنگ، یه کاغذ خودکار بردار، یه لیستی تهیه کن، خونه، ماشین، زندگی، هر چی میخوای میخوام برات بخرم. میخوام از شرمندگی در بیام بیرون. از شما به ما رسید آقا. کم نه، خیلی زیاد. او فضلیه که میگه قربون بنده کیفتم تا پول بری رفیقتم. من واسه دلم اینجا بابا. هر کاری که آدم میکنه واسه پول نیست که آقا. ببین هوشنگ، وقتی یه مرد غم داره یه کوه درد داره، زندگی اگر توش عشق نباشه یه پول سیاه نمیارزه. این چند روز تو این غم از دل من بردی. دوزیم دیگه آقا. یه جورایی دوزی. تنهاییتون رو دوزیدیم. رفت به کارش. مال خر بدله بکنم. برفوشمش. چیکار کنم با این دل بی صاحبم که یه اون بی پدری کشیدم آقا. خدا سایتون رو برسر همه میگرد. حالا نه که بابامی یا آقامی. اگه رفیق بی پول بی ریا میخوای هستم. تا آخرش هستم نوکریت هم بکنم. آقا اینقدر جا هست من ندیدم. شما دیدی ما ندیدی. با هم بیریم بگردیم عشقه ها. انشاءالله. قدم رنجه کردی آقا. کلبمون اینجاست. آقا یه چیزی رو پیش پیش بگم. اگه نرگس بد اخلاقی کرد بذارید به حساب من. من عزتش کردم. شما به دل نگی. نگران نباش. همه چی درست میشه. چشم. زنگ بزن. شما بزن. بزن. آقا لطیفه ما میکنم. چشم. سلام نرگس خانم، مهمون داریم. ببین چی کار کردی که اینطوری باید برخورد میکنه؟ گفتم آخه آدم وقتی که میخواد دل یه نفره به دست بیاره بابا یه کادوی درست حسابی براش میخره. این چی خریدی؟ تا حالا کجا بودی؟ برو همونجا. آقا چشه؟ به قول نرگس خانم بچه محلامون یه تلفوک دست زنشون نمیده. اینکه در یه عالم جنسه. اجازه بده من خواهم درستش میکنم. دخترم نرگس خانم لطفاً در باز کنید. من اومدم بایتون حرف بزنم. این هوشنگ شما رو خیلی دوست داره. بچه‌هارم همینطور. لطفاً باز کنید تا من بهتون بگم. خب حداقل احترام من پیره مرد رو نگه دارین. حرف من رو زمین نندازین. واکن دیگه. بفرم باز. بفرم. آقا
من موندم. آبجی شما با این همه شجاعت، با این همه عظمت، این همه ریشه چطوری خواهر نازنینتون رو دسته یه گلتون رو دادیم به یه آدم بیریشه، یه بیمرفت دزد کلاهبردار بیکس و کن؟ تمام بدبختی های من زیر سر اینه، همه مشکلات من زیر سر هوشنگه. خلاف کنه تو روز روشن منو دور میزنه. توقع نداری که حرفتو باور کنم؟ تو خودت رئیس دزدایی. بعید میدونم این هوشنگ پپه بتونه تو یکی رو گول بزنه. دستتون در نکنه آبجی. قدیم گفتن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزا. از قدیم گفتن. حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی. عجب اون مرد نیست، نمیتونم بگم. جونم آوردی به لبم، حرف بزن ببینم. فقط به خاطر گل روی شما، فقط به خاطر گل روی شما، به خاطر خواهر عزیزتون نرگس خانم که با سیلی صورتشو سرخ میکنه، که از صبح تا شب، از شب تا صبح داره تو خونه کار میکنه که شکم این بچه‌ها رو سیر کنه، میتونم بگم. فضلی ننه من غریبم بازی در نیارا، حرفتو بزن. حرف نزنی میزنم تو این چرخ سبزی خورد کنه. آخه نمیتونم بگم. نمیدونی چی شده اگه بفهمی. حرفتو میزنی یا نه؟ صبر کن، نمیخوام عصبانی بشی. همه این داستان از چند روز پیش شروع شد. هوشنگ اومد دم در خونه، گفت جلد پاشو بریم یه جای کار داریم. گفتم هوشنگ خیر باشه. گفت نگران نباش. رفتیم در خونه یه پیرمرده، گفت قلاب بگیر برم بالا. گفتم هوشنگ دست بردار، من کشیدم کنار. گفت قلاب بگیر. قلاب گرفتم، یفزت رفت بالا، از در رو از پشت باه کرد. رفتیم تو خونه پیرمرده، تمام وسایلشو جمع و جور کردیم، جخت اومدیم بزنیم بیرون. اکی شانس پیرمرده خواب پا شد. خب هوشنگ به خاطر اینکه دیگه نره زندون. حتی بزن ببینم. زد پیرمرده رو کشت. کشت؟ باید بکشی. دستم بهت برسه. باید بکشی. چی میگی تو؟ نرگس، نرگس، نرگس باز کن این در رو ببینم. بدبخت شدی. بدبخت شدی. بدبخت سر من تو. این چیزی که نباید بشه شد نرگس. وای دزدی کم بود قتلم به اجازه جان. بابا دندون رو جگر بسه بگم. دندون رو جگر بسه بگم. جواب بچه ها چی بدم؟ سب کن بسه من بگم. آقا هوشنگ الان پلیس های کل دنیا دنبالش. خاک تو سرم. دن زوزی ساده زد یه پیر مرد و چه خبر هوشنگ؟ عجب ناتویه فضلی. صدای لطیف هست آقا. همچون گفتم لطیفه لطیفه اینه. ولی هوشنگ الان اینجا تو اتاقه. ها؟ اینجاست میان اتاقه. هوشنگ دارم یاد همین هوشنگ هوشنگ سلام سلام جان سلام همون جان حالت خوبی همون پیره مدرد چی میگی تو؟ جنایتکار دوز قاتل من میدونم با تو اصلا میدونی میخواد چی کار کنم؟ زنگ بزنم پلیس بیا تکلیف منو بدارو جنگ کنه. چی میگی تو؟ همون پیره مدرد چی میگی تو؟ من کارم یه تمومش کنین. همین یه بند داره حرف میزنه. بابا جان یه دقیقه زبون بده هم بگیرید بشینید تا من براتون توضیح بدم که اصل ماجرا چی بوده. بفرمایید بشین روشن. چشم عجب بیدن فراموش نمیشه چون چه پشت خوروی میزد در حال حاضر تماس از سر شبیه داری به کی زنگ میزنی؟ نکنه باز فضلیه. فضلی؟ من تو فکر کنی هنوم ابو فضلی هم؟ نرگس دست درد کن.
بیبی هوشنگ، تو نجان منه، تو نجان بچار. حالا که زندگی ما نارامه، دیگه خرابش نکن. حواسم هست، یکم منو باورم کن. اینقدر به حرفای لطیفه گوش نده، از بس مجرد مونده مغزش قاطی کرده شده عین مردا. البته خاله زنکی خودشو داره ها، چند بار به تو گفت ازش طلاق بگی. خجالت بکش لطیفه، کم بشه من خوبی کرده؟ چند بار وثیقه هشتتون از حلفدانی در آورده؟ خیلی نمک نشناسی. راست میگی، ما تسلیم دیگه. چشم، دیگه چی نمیگم. نرگس ببین، آقا برزگر به من گفت که یه جوری راضیت کنم دست بچه ها رو بگیریم بیام یکی از این طبقات زندگی کنیم. خوش میگذره ها، راضی؟ آره. نه بابا، بچه ها آرامششو به هم میریزن. آرامش؟ او خفه شده از آرامش. 20 ساله صدا گنجیش در نمیاد از این خونه. او از خداشو که بچه ها تو سر هم بزنن، تو استخر شنا کنن، بالا پایین بپرن، سر صدا کنن. شما اینجا یه غذایی درست میکنی و آقا برزگر دور هم میخوریم دیگه. خب چه اشکالی داره ما هم یه جورایی شبیه پول داره زندگی کنیم؟ بده؟ خدایی فکر میکنی برزگر اینا رو مخواه؟ تو بخوای و مخواه؟ تو بگو بله، همه چی حله. برزگر ناراحت نمیشی یه صحبتی کنم؟ ناراحت؟ امشب قشنگترین شب زندگی منه. پسرم پیشمه، نوام دارن کنار استخر بازی میکنن، عروسم داره کباب درست میکنه. ببین ورزگر، من و صادق قبول نداریم اینا پسر و نوه و عروستن. آمار این یارو رو گرفتم، اسمش هوشنگه، کلی هم سوء سابقه داره. تو این چند ماه اخیرم هیچ کس به نام حسام ورزگر از انگلیس به ایران نیومده. چرا میخوای این مرد جای پسرت جا بزنی؟ نکنه تهدیدت کرد؟ این حرفا رو تمومش کن مودت. این که تو میگی من در موردش تحقیق کردم، منم تحقیق کردم، همه چی رو میدونم. این که چی بوده مهم نیست، مهم اینه که یه انسانه. اون موقعی پاشو گذاشت تو خونه من که من به آخر خط رسیده بودم، زندگی دیگه برام تعریفی نداشت. درسته اون به عنوان دزدی اومد تو خونه من، اما همه چی رو عوض کرد. مودت، این پسر خیلی شکل حسامه. هرچی هم که باشه جای پسر آدمو نمیگیره که. این گیره سرهنگ. من میخوام این آخر عمری دورورم شلوغ باشه، صدای بچه تو خونم شنیده بشه، یه نفر پیشم باشه، وقت بی وقت آدم حالش بد میشه، یکی باشه یه لیوان آب دست آدم بده، یکی باشه آدمو تا بیمارستان برسونه. مودت، من دلم نمیخواد آخر عمری پام به خانه سالمندان کشیده بشه. لطفه چرا نایمه؟ بگه گفت میام. نمیدانم، به منم گفت میام. نکنه هر کسی چیزی ناراحت شده. اشی؟ با چرا دونم اشی؟ حتما اتفاقی افتاده براش که نایمده. یه زنگ بهش بزن. زدم ولی جواب نداد. دوباره بزن. بلتی به زنی میزنی؟ نه. گرفت گرفت. الو؟ ای باز قد شد. حسام خیلی وقته که من راه کرده و رفته. اون آدم بیمعرفت حتی برای مردن مادرشم بر نگشت. یه همچین پسری به چه درد من میخواد؟ این مردی که شما بهش میگی کلاهبردار، من خیلی دوستش دارم. یه وقتی پاشو گذاشت تو زندگی من که من افسرده شده بودم، از همه چی بریده بودم. چند بار تصمیم گرفتم که خودم خلاص کنم. میدیدی که حتی پارکم نمیومد. همه مال منو، این همه زندگی، خونه به این بزرگی، به چه درد من میخوره؟ دیگه برای من پشیزی ارزش نداره. خودم تو جوونی زحمت میکشه که تو پیری یه نفر باشه دستشو بگیره. چقدر من و مادرش
گهوارش رو چون بودی. چقدر تا صبح پاش نشستیم که مبادا سرما بخورم، اما آخرش چی؟ این هوشنگ حداقل درد منو میفهمه. میدونی چرا؟ چون خودشم یتیم بزرگ شده. هوشنگ، پس این شام چی شد؟ مهمونو از گرسنگی ضعف کردن. حاضر آقا، حاضره. من فقط دست دست میکردم، گفتم لطیف خورم نیومده، یه ذره معطل کنم. ای آره راست میگی، اصلا حواسم بهش نبود. میخوای بریم دنبالش؟ نه آقا، تو که بابا رو بپذیم اونم پیداش میشه. باش، چیزی کمی کس نداریم؟ دست شما درد نکنه، همه چی هست، هیچی نمیخوایم. خب من زغاله رو آماده میکنم. شما چرا آقا دستت کثیف میشه؟ من چیکار لازم نکرد. بشین بشین، تو به زنت کمک کن میزه بچینین، همش میخوای از زیر کار در بری. اومدن؟ نه آقا، لطیف خانومه من باز میکنم. خیلی خب بجون. بذار تو جیبت ببینم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. فضلی، تو اینجا چه کار میکنی؟ چجوری از زندان آزاد شدی؟ چی بگم والا؟ همونی که ما رو انداخت زندان، خودش هم ما رو آزاد کرد. خب چه کار کنم، دلم نمیاد برای امشب نباشه. هرچی به خودم چرتکه انداختم، بالا پایین کردم، دیدم این آدم اگر تو زندان باشه بدتر از اینی که هست میشه. شما خیلی زحمت کشیدین، دستتون درد نکنه لطیف خانم. اختیار دارین آقای برزگر، من کاری نکردم. آقای برزگر بدهی ها رو دادن، بندم رضایت ها رو جلب کردن، یه وثیقه هم گذاشتم علل حساب آوردمش برای امشب بیرون. لطیف خانم بسیار کار خوبی کردین، دستتون درد دست نکنه. دست شما درد نکنه آقای برزگر. چه حرفیه. این انگوشتره لای این دستمال جا مونده بود، من گفتم این مردا رو باید هرس کرد، نه از ریشه در آورد. میدونی چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه زن نداره، بخواد نخواد باید زن بگیره، وگرنه آدم نمیشن. درسته فضلی؟ بله. البته همه این مسائلی که شما میفرمایین کاملا درسته، ولی اونطوری که من دارم میبینم مبارکه. مبارکه دیگه. مبارکه. مبارکیه. نمیدونم. بله بفرمایید. من هوشنگم. بله 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 زنگ زدم. گوشی 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 خدمتتون. آقای برزگر جونم، تلفن با شما کار داره. کی هست؟ حالا صحبت کنید متوجه میشه. بله سلام. بله بله خودم هستم. شما؟ حسام. حسام.